رو در رو، برنامه رو در روی که 5000 افغانیش به برنده شدن و نشدن تعلق داره و 10000 افغانی پول نقد و یک سیت موبایل پرایم حتما از دو خانواده که در این برنامه اشتراک میکنن یکشان برنده میشه. شروع میکنیم با خانواده امیری و معرفی شدنشان. تشویق کنید. خوب هستم به نام خداوند بخشنده مهربان عارف خان امیری هستم، محصل پانزده اقتصاد در یک پانتونای خصوصی. نوی جان هم محصل پانزده اقتصاد در یک پانتون خصوصی. مجیب جان هم محصل پانزده اقتصاد در یک پانتون خصوصی. متیو جان هم محصل پانزده اقتصاد در یک پانتونای خصوصی. چی تان میشن اینا؟ بچه خاله و عمه و ماماس. بسیار خوب، چطور کلتان رد اقتصاد گرفتین؟ مملکت هم میسازین چی بلا؟ به خاطر که رئیس جمهور ما اقتصاددان است دیگه، میخوایم که اقتصاد افغانستان بهبود برسونه. خدا کنه امور رقم شوه بخیر. اونا تلاشای خود میکنن، ما میبینیم رئیس صاحب جمهور واقعا زیاد تلاش میکنن. اما یک برنامه است، یک چند نفر یک جای شدن همین پشت رئیس جمهور گرفتن. این شبکه خنده میگه چی میگه این بچا؟ همین رنگ رنگ پشت از اونا گرم اگر نیم فوق العاده آدم کار کنه زیرا چیز نگذاریم. اما به خاطر شوخی هم یگان چیز اکثر آدم های خوب هم میسازن. خب مشرف شدیم، میریم به طرف خانواده تابش. این خانواده عنیف رهبری میکنن. خب اصلا عنیف جان تانجور بخیر هستید، معرفی کن از خانواده را. بنام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بیننده های محترم تلویزیون طلوع. عنیف تابش هستم، افسر وزارت دفاع، همتیمی های منور فارغ سن 12، سیما فارغ تحصیل از پانتون طبی کابل و عارفه محصل پنجه اقتصاد. چی تان میشه اینا؟ دختر کاکایم است، دختر مامایم است و دختر امیم. بسیار خوب، مشرف شدیم. حال هر دو سر تیم تشریف کنین، سوال اول جواب میتن. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال است که قبل 900 نفر پرسیده شده، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 7 جواب. شما را اولش بیشترین، شما رفتمش کمترین امتیاز داره هر کس نسبت به یک دیگرتان. با زدن 34 امتیاز زیادتر پیدا کردیم. به طرف خانواده خود ببینین، خانواده براتان مشوره میتن که بیاین یا واگذار کنین. به می رقم تا پر شدن 300 امتیاز پیش میریم و لو گپ در سوال پنجم بکشم. میپرسم منطقه از کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در آنجا موقع دارد. حنیف، شهر نو است. شهر نو، شما هم شانس داریم. وزیر محمد اکبر خان است. وزیر اکبر خان، بیشتر امتیاز شما پیدا کردیم. رفتیم به طرف خانواده امیری. نوید، منطقه از شهر کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها اونجا می باشن. فروشگاه دکان دارن سفیرا است. مجیب، منطقه از کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در آنجا موقعیت دارند. قلعه فتح الله است. قلعه فتح الله. متیولا، منطقه از کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در آنجا موقعیت دارد. شیرپور با سرکای مقبول. بله است. شیرپور به خاطر این همی دفاتر است که در سرکای از اونا بسیار مقبول است، پیشرفته است، ماشاءالله غریبک ها اونجا میشینن. عارف، منطقه از کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در اونجا موقعیت داره. مکروریان ها است. خانواده تابش بین خود مشوره کنین. نوید، منطقه از کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در آنجا موقعیت دارد. دیمزنگ است. آمدیم به طرف خانواده تابش، خدا کنه که جواب پیدا کرده. حنیف درست ما مانده باشیم که انتخاب کنه از بین جوابای شما. عارفه، منطقه از کابل را نام ببرین که دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در آنجا موقعیت دارد. قوای مرکز. سیما، کارته چار. منور، موافق هستم. قوای مرکز. حنیف شما تصمیم میگیرین با کی موافق باشین با کی نباشین یا خودتان کدام چیز نو میخواین بگین؟ قوای مرکز. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 64 امتیاز میگیرن، اگر اشتباه بود 64 امتیاز خانواده امیری میگیرن. از قوای مرکز مبارک، 64 امتیاز با طرف خانواده امیری آمد. در اونجا کدام دفتر یادتان از در قوای مرکز؟ یا همه تو گفتین؟ ای کاش چشم دیده خودم میگفتین. حال جوابهایی که باز نشده با ما یک جای بخوانین که بازش کنیم ببینیم چی بوده. افت، کارت چار، پنج، شش درک، سه، دارلمان. پیش از اینکه باز شوه دوستای ما سبا میکرد که دارلمان هم هست. خب آله
سوال دوم ما میپرسیم از نفرای دوم، ببینیم چی میکنه، امتیازای از کدام طرف میره. نوید مهن با منور، هر دوشان را تشویق کنند. شانس خوب بر دویتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسم، سوال است که قبلا از 100 نفر پرسیده شده، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 6. آماده هستین؟ شما؟ یکی از چهارراهی های کابل را نام ببرین که بسیار بزرگ است. چهارراهی شهید. چهارراهی شهید. واقعا بین از یک شهر واره خالی، خاکبات، نمیفهم چرا ایجاد شده این چهارراهی که به او وضعیت هست. هست؟ چهارراهی شهید. شما شانس دارین. یکی از چهارراهی حاجی نوروز. چهارراهی حاجی نوروز. شاید از حاجی رمضان باشه. در کجا هست چهارراهی حاجی نوروز؟ در برچی. بزرگ هست بسیار؟ هست؟ شما به طرف خانواده سعی کنید مشوره‌شان چی است؟ رفتیم به طرف خانواده امیری. موجب یکی از چهارراهی های شهر کابل را نام ببرین که به اندازه بزرگ است، حتی بعض وقتا به ترافیک مشکل ایجاد کرده. چهارراهی عبدالحق. چهارراهی عبدالحق. هست؟ چهارراهی عبدالحق. متیولا یکی از چهارراهی های کابل را نام ببرین که بسیار بزرگ است. چهارراهی عمر سید مسعود. چهارراهی مسعود. بله. فکر نکنم. اما فکرم شاید 100 نفر گفته باشن است. چهارراهی مسعود. خصوصا یکان وقتی یک راهش هم بند میکنن خب بیخی مشکلات ایجاد میشه. عارف یکی از چهارراهی های کابل را نام ببرین که بسیار بزرگ است. چهارراهی میدان هوایی. چهارراهی میدان هوایی؟ بله. بزرگ است؟ آل خرد شده است؟ آل خردش کردن فکر کنم شاید دیده باشین. نوید یکی از چهارراهی های کابل را نام ببرین که بسیار بزرگ است. اسپا. چهارراهی اسپا؟ اسپا جور کرده؟ نه چهارراهی به مینام. به مینام. خب اوی که در بینش اسپا است. بله. است؟ خب خانواده تابش بین خود مشوره کنین پخش که اینا نشنوند. مجیب چهارراهی شهر کابل نام ببرین که بزرگ است. چهارراهی سرای شمالی. چهارراهی سرای شمالی است. چهارراهی دکیپک. بله اونمو دکیپک است. متیولا یکی از چهارراهی های شهر کابل نام ببرین که به اندازه بزرگ است. ایواز که مشکل آسان شد زیاد شده بر ترافیک. یک دو. چهارراهی کلولاپوشته. چهارراهی کلولاپوشته. هست؟ آمده به طرف خانواده تابش، خدا کنه که جواب پیدا کرده باشین. از طرف برچی استر بیایی نکمه که فکر کنین آجی رمضان اینا را نگوین. عارفه یکی از چهارراهی های شهر کابل نام ببرین که بسیار بزرگ است. چهارراهی زنبق. چهارراهی زنبق. سیما. چهارراهی حاجی یعقوب. چهارراهی حاجی یعقوب. منور. چهارراهی قنبر. چهارراهی قنبر. شما تصمیم میگیرین با کدام چهارراهی هم نظر باشین یا خودتون کدام چهارراهی دیگر در فکرتان است که میتونین بگین چون سرتیم هستین حق انتخاب کردن و نکردن رأی را دارین. چهارراهی حاجی یعقوب. چهارراهی حاجی یعقوب. فکر کنم کوچکترین چهارراهی را به نام بزرگترین چهارراهی یاد کردن. بعض وقتا همینطور میشادم. است؟ مبارک. 74 امتیاز آمد به طرف خانواده امیری که مجموع امتیازهایشان شد 138. خوب است برتان پیش از وقت رفتن 138 امتیاز دارین. جوابایی که باز نشده بخوانین و چهارراهی‌هایی که کلان است از نظر 100 نفر بفهمین کدام چهارراهی است. با یک جای بخوانین. 5. چهارراهی دمزنگ. 4. چهارراهی دنباخ. فکر کنم سواد دوستام کم کم نمکشید، کس امرایم نمیخونه. با می رقم می بینیم که خانواده امیری داره 138 امتیاز، خانواده تابش هنوز 0 از میریم به طرف یک وقفه. بعد از وقفه سوال سوم می پرسیم. بعدم بعدم خوش آمدن. موقع پرسیدن سوال سوم رسیده که 200 امتیاز داره به خاطر از اینکه ضرب دو میشه امتیازای سوال سوم ما. و سوال سوم ما را همیشه در برنامه رو در رو نفرای سوم هر دو طرف ما جواب میتن. مجیب سیما تشویق کنید هر دویشانم. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسم سوال است که قبلا از 100 نفر پرسیده شده، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 5.
بین 5 جواب 200 امتیاز است. اگر شما ببرین نیازی به پرسیدن سوال چهارم نمیشه، برنده خواهد شدین، 338 خواهد شدین. اگر شما ببرین امتیازتان 62 امتیاز بیشتر از امتیاز از اینا میشه که 200 امتیاز خواهد شدین. به خاطر شما زیادتر کوشش کنین که ببرین و شما زیادتر کوشش کنین که اینا زیاد کوشش نتانن. آماده؟ شما دوست داشتید موی شما چی رنگ می داشت؟ سیاه. که حال ندارم. داشت و کمی دقیقات. سیاه. با طرف خانواده سعی کنیم مشورشون چی هست؟ رفتیم با طرف خانواده امیری. مدولاغ به خود کشید. مته شما دوست داشتید موی شما چی رنگ می داشت؟ خرمایی. بله. امیال خرما کشال کنید. از؟ خرمایی. عارف شما دوست داشتید موی شما چه رنگ می داشت؟ طلایی. بله. می خواهید سرمایه دار شدید نگه؟ صحت بی صحت. یک تارش بکنی مثلا 2000 افغانی هست؟ طلایی. نایی شما دوست داشتید موی شما چه رنگ می داشت؟ قهوه‌ای. چپک یک گلاس دارش امون رنگ خود شده است؟ قهوه‌ای. مجید شما دوست داشتید موی شما چه رنگ می داشت؟ زرد. زرد؟ بله. قد ترامپ جل کده؟ هست؟ متولا شما دوست داشتید موی شما چه رنگ می داشت؟ سرمه‌ای. سرمه‌ای؟ بله. خانواده تابش یک جواب مانده. اگر شما پیدا کنین 200 امتیاز می گیرین. به خاطر مشوره کنین بین هم. عارف شما دوست داشتید موی شما چه رنگ می داشت؟ خاکستری. خاکستری؟ یک روز بخاری بتکانین موی چی که روی هم خاکستری میشه هست؟ آمدیم به طرف خانواده تابش در جاهای خود قرار بگیرین لطفاً. عارفه شما دوست داشتید موی شما چی رنگ میداشت؟ نقره‌ای. سیما؟ نقره‌ای. منور؟ سفید. او خب میشه بخیر سنتان بالا بره. عنیف شما تصمیم میگیرین که با سه نظر با یکش موافق باشین یا خودتان کدام چیز بگوین؟ نقره‌ای. سایست که دخترها زیادتر میفهمند این مسائل. نقره‌ای. اگر جوابشان درست بود 200 امتیاز میگیرن، اگر اشتباه بود 176 امتیاز خانواده امیری میگیرن و خانواده امیری بدون چون چرا 300 امتیاز پورا میکنن. 300 چی که بیشتر از اون میشه که 312 یا 14 خواهد شدن هست؟ مبارک. 176 امتیاز آمد به طرف خانواده امیری. جوابی که باز نشده با مرگ جای بخوانیم. 5. اصلی یادتان رفت یکی از برنامه ما بود همین سوال. با میرخواب میبینیم خانواده امیری دارن 314 امتیاز 10000 افغانی پول نقد و اکسید موبایل پرایم تاچ اسکرین برنده هستن. کف بزنیم برشان. مبارک باشه برتان. شما 10000 افغانی پول نقد از طرف برنامه ما برنده هستین و یک سید موبایل پرایم تاچ اسکرین از طرف شرکت خالد لمر. بخیر خوبی ان شاء الله کنش کنین. تشکر. و لذت ببرین از کارهایی که تلفن میشه. ما خو قبلت نیستم، ما خو نمیفهم میره خمیره میگن داد شش که دست دی آدمکای سیسو میره، خطای سیسو میره. فوق العاده تلفن است اگر تو یک کار داشته باشه. پس تشکر از شرکت خالد لمر. این تو توفار میتین برای خانواده برنده. شما دو نفر بین خود پیدا کنین، ما پس برمیگردم با شما. تشکر از خانواده تابش که اشتراک کردین در برنامه. جرات میخواید، جرات به خرج دادین تا این دم پیش اومدین. در دیگر سای زندگی فقط خوش شانس باشین، سلامت باشین. تشکر بازم از اینکه اشتراک کردین. به افتخار خانواده تابش هم یک کف بزنین دوستا. دو نفر پیدا کنین که پیدا کردین. بله. بین هر دویتان با دو طرف ما خیسات شوین. خب اول که جواب بده. اول خب شما خبرین به طرف اتاق مخصوص ما از موسیقی لذت ببرین. ما شما میریم به طرف یک وقفه. بعد از وقفه 5 سوال میپرسیم که 500000 افغانی جایزه داره. با مرحله دوم رو در رو خوش آمدین. 5 سوال رو میپرسیم که 500000 افغانی رو میتونه خانواده برنده شود با جواب دادنش. اپی ماسیف کلید سبز را با طعم جدیدش حتما امتحان کنید. یک بار امتحان کردین هزارها بار خواهد نوشیدین چون خیلی مزه دار است. نوید جان شما میتونین بنوشین.
مجیب، اگر شما دو نفر گفتم 200 امتیاز پوره کردین، 500,000 میبرین. یادتان نره که 200 امتیاز پوره کردن لازمی است. 199 هم که شوین برنده نمیشین. اگر 200 شوین برنده میشین. به او خاطر یک امتیاز هم ارزش خود داره. جوابای بتین که امتیازای زیادتر داشته باشه. و عارف دی کار هیچ کمکتان نمیتونه. شما به نوبه خود امتیاز خود بگیرین، عارف به نوبه خود. به خاطر که فعلا عارف یک رقم سرگرم شنیدن موسیقی و رقص است که اصلا شما فکرش نمیتونین. کدام سوال را که زود جواب دادن نمیتونستین بگین بگذر. من میگذرم، اگه از وقت باقی مانده بود دوباره میپرسم، اگه از 20 ثانیه وقت باقی مانده بود. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. بپرسم؟ بپرسید. چیز را نام ببرین که بیشتر در پیاده روها فروخته میشود؟ کتاب. یک حشره را نام ببرین که در تابستان زیاد است؟ مگس. یک درخت را نام ببرین که میوه نداره؟ بگذر. یکی از روزهای هفته را نام ببرید؟ شنبه. معمولا گوشت قربانی را بین چه کسانی تقسیم میکنند؟ فقرا. یک درخت را نام ببرین که میوه نداره؟ بید. درخت بید. بسیار خوب، کف بزنیم. با وجود از اینکه بگذر گفته بودین، موفق شدین که سوال بگذر گفته تان هم جواب بدین. آفرینتان. اینجا بود که بگذر گفتن به فایده یک کس تمام شد. اگر در بسیاری از برنامه بگذر که بگویم دیگه جواب دادن نمیتونن، اینقدر وقت سرشان زیقه میکنه، 20 ثانیه است. اما شما در 20 ثانیه تونستین هر 5 سوال جواب بدین. من در اول از شما پرسیدم چی در نام ببرین که بیشتر در پیاده روها فروخته میشود و شما گفتین کتاب. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 5. خب دوستان کف بزنین، خیر است که 5 امتیاز کم است، اما چکچک کردن لازمی است. دوم پرسیدم یک حشره را نام ببرین که در تابستان زیاد است و شما گفتین مگس. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 23. 28 شد امتحان. سوم پرسیدم یک درخت را نام ببرین که میوه نداره و شما گفتین بید. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 19. 47 شدین. و چهارم پرسیدیم یکی از روزهای هفته را نام ببرین و شما گفتین شنبه. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 27. 74 شد امتحان. پنجم پرسیدیم معمولا گوشت قربانی بین چه کسانی تقسیم میکنند یا میکنید؟ شما گفتین فقرا. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 34. 108 امتیاز گرفتن، بالاتر از چیزی که وعده کرده بودن. 108 امتیاز. 92 امتیاز دیگه لازم دارن که اینا 200 امتیاز را پورا کنن، 500,000 افغانی را ببرن. ناممکن نیست، کاملا راه را هموار کردن برای عارف که 92 امتیاز بسیار محدود بگیرن. عارف را تشویق کنید. عارف جان، خوش گذشت. 5 سوال تکراری از شما میپرسم، 5 جواب جدید بتین. اگر جواب تکراری بتین این صدا را میشنوین. این صدا را کشونیدین زود جوابتان را تغییر بتین که امتیاز گرفته بتانین. بخاطر از اینکه هر 5 جواب ما را دادن، هر 5 جواب امتیاز داره، ممکن شما معمول جواب را بتین. به او خاطر هر جواب خود را دو تا پیش خود نگاه کنین که وقت از این صدا را شنیدین تغییر داده برین. درست دو میشه گفته برین که امتیاز بگیرین. 108 امتیاز گرفتن، بالاتر از چیزی که وعده کرده بودن. فقط 92 امتیاز مانده که شما بگیرین، 500,000 ببرین. ناممکن نیست، به قدمی 500,000 قرار دارین. آماده هستین؟ وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. یکان سوال داره که نمیتونستین جواب بتین، بگین بگذر، من میگذرم از وقت. اگه باقی مانده بود که 25 ثانیه دارین دوباره میپرسم. خیر ببینین، امتحان شین. چیز را نام ببرین که بیشتر در پیاده روها فروخته می شود. خوراک. یک حشره را نام ببرین که در تابستان زیاد است. مگس. کرپشه. یک درخت را نام ببرین که میوه نداره. بگذر. یکی از روزهای هفته را نام ببرین. پنجشنبه. معمولا گوشت قربانی بین چه کسانی تقسیم میکنید؟ فقیرا. یک درخت. بیچارا. یک درخت را نام ببرین که میوه نداره. میوه نداره، یک درخت نام ببرین. وقت دارین. کف بزنیم برشان، بازم خوب بودین. خدا کنه که این جوابایی که دادین امتیازهای بالا باشه، میتونین پوره کنین. 92 امتیاز قدر زیاد نیست. ما در اول از شما پرسیدم چیز را نام ببرین که بیشتر در پیاده روها فروخته میشود و شما گفتین خوراکه. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 10. اقلا خالی نیست، از کتاب که دخل زیادتر است. مگر بلندترین امتیاز عزیز میوه بود که در لب سرک فروخته میشه. و دوم ما پرسیدم یک عشره را نام ببرین که در تابستان زیاد است و شما گفتین پشه. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟
31. دیگه شما اینو کورپشه گفتین، چی میفهمین کور از جور است؟ نه بازم نامش کورپشه است، بسیار مکم میگزنی؟ یا عینک داره اشمش؟ یا ساچوب؟ فکر کنم ساچوب داره. بلندترین امتیاز هم این پشه بود که شما گفتین. سیوم ها پرسیدیم یک درخت را نام ببرین که میوه نداره و شما گفتین؟ بگذر که دوباره وقت شد بر پرسیدنش، اما وقت نشد برای جوابش. به او خاطر از این گرفتین صفر. بلندترین امتیاز از این درخت چنار بود که میوه نداره. چهارم ها پرسیدیم یکی از روزهای هفته را نام ببرین و شما گفتین؟ پنجشنبه. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 12. بلندترین امتیاز از این شنبه بود که 27 امتیاز داشته. قبلا گفته بودن پنجم ها پرسیدم معمولا گوشت قربانی را بین چی کسان تقسیم میکنید و شما گفتین؟ بیچاره ها. چه قسم مردم میباشه بیچاره ها؟ یعنی کسایی که چاره ندارن، یعنی اقصادشان چیز نمیکنه که قربانی بگیرن. 39 امتیاز کار دارین خواهد داشت این بیچاره ها؟ صفر. سیونی امتیاز کم آوردن، فقرا بلندترین امتیاز ازی بود. اینا کم آوردن، نتونستن 200 امتیاز را پوره کنن. 500,000 افغانی را برنده شوند و خانواده چهارم باشن که 500,000 افغانی را با خود میبرن. خیر باشه، 10,000 افغانی پول نقد و یک سیت موبایل پرایم تچ اسکرین لوکس برشان مبارک میگیم. مبارکتان باشه. تشکر زمان. شما خانواده عزیز اگر میخواهید در برنامه رو در روی اشتراک کنید، فقط به 456 زنگ بزنید و کلید 622 را فشار بدید و بعدش این بیپ نام 4 نفر را بگیرید، در برنامه را پیدا میکنید. این بود برنامه امشب، تا شبهای دیگر الله نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید، برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید، اگر میخواهید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.